در همین رابطه همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل و امور استراتژیک. آقایی خیلی خوش اومدیم به برنامه. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با حمله به مواضع آمریکا در منطقه خودشون رو به خطر میاندازن. آیا اظهارات این چنینی به این معناست که آمریکا جمهوری اسلامی رو مسئول عمل کرده این گروه ها نمیدونه؟ به نظر میاد که آمریکا مستقیم یا غیر مستقیم جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات میدونه، اما به نظر من دولت بایدن به احتمال زیاد آمدانه و آگاهانه به تک تک موارد حمله شبه نظامیان جمهوری اسلامی به مواضع نیروی آمریکایی در عراق و سوریه پاسخ نظامی نمیده، چون اولا از نظر دولت بایدن این حملات شاخص یا عمده نیستش، منجر به کشته شدن نیروهای آمریکایی تا الان نشده، دوما پاسخ نظامی به تک تک این موارد حمله شبه نظامیان جمهوری اسلامی باعث بروز تنش بیشتر و احتمالاً درگیری بزرگتر خواهد شد در منطقه با جمهوری اسلامی، که آمریکا فعلا این رو نمیخواد. اما اینو دقت باید بکنیم که خود مقامات آمریکایی از جمله لوید آستین وزیر دفاع آمریکا قبلا گفته بود که هر گونه سیگنیفیکنت اسکلیشن، یعنی تشدید تنش شاخص و عمده، باعث واکنش نظامی قاطع آمریکا خواهد شد. و البته اینا هم در نظر داشته باشیم که آمریکا با کمک عربستان مثلا به حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها پاسخ داده، اونا را رهگیری و ساقط کرده. بنابراین به نظر می‌رسه که در بُعد منطقه‌ای، یعنی در رابطه با برخورد آمریکا با شبه نظامیان جمهوری اسلامی، آمریکا تونسته مینیمم، نه حداکثر بازدارندگی، مینیمم بازدارندگی رو ایجاد بکنه، ولی در برابر خود جمهوری اسلامی و حزب الله تا الان که داریم صحبت میکنیم آمریکا تونسته یک سطحی از بازدارندگی رو ایجاد بکنه، با توجه به اینکه اون ناوهای خودشون رو فرستادن به منطقه، به مدیترانه شرقی و دریای سرخ و زیردریای اتمی کلاس اوهایو هم فرستادن، و اینا با توجه به اون پیام‌هایی هم که احتمالاً نخست وزیر عراق به تهران داده بعد از سفر آنتونی بلینکن به عراق، به نظر من پیام‌ها بسیار بسیار به نظر من جدی است به جمهوری اسلامی. خب آقایی، می‌خوایم یه نگاهی هم داشته باشیم به صحبت‌های محسن رفیق دوست. با توجه به جایگاه او در جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید صحبت‌های او در مورد گروگان‌های خارجی با چه واکنشی در جامعه بین‌الملل و مشخصاً آمریکا و اسرائیل مواجه بشه؟ ببینید، اول من اشاره بکنم که ما الان در 33 روز جنگ حماس و اسرائیل هستیم و اسرائیل نه تنها پیشروی زمینی انجام داده، بلکه الان در واقع در داخل شهر غزه هستن نیروهای اسرائیلی، روی تونل های حماس هستن. این در حالی هستش که خیلی از تحلیل ها، شاید بشه گفت اکثر تحلیل ها در داخل جمهوری اسلامی، این بود که اصلا اسرائیل نمیتونه عملیات زمینی انجام بده و اصلا قادر نخواهد بود که وارد غزه بشه. اما داریم میبینیم که بار دیگر واقعیات خودش رو به نوعی تحمیل کرده. و در مورد صحبت‌های رفیق دوستم، به نظر من باز هم نشان دهنده همین عدم درک صحیح واقعیات هستش. ایشون در اون کلیپی که شما پخش کردید گفته که امروز به لطف خدا گزینه نظامی علیه ایران از سوی بزرگترین ابرقدرت‌ها هم جواب نمیده و جمهوری اسلامی سلاحایی داره که آمریکا هم نداره. بله، به باور من یک ایران آزاد ایرانی هستش که به پشتوانه سیاست خارجی هوشمند و قدرتمند خودش شرایط رو به وجود میاره که اصلا نیازی نخواهد بود که قدرت‌های بزرگ بخوام باش گزینه نظامی داشته باشن یا او رو تهدید نظامی بکنن. ولی واقعیت این هستش که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تهدید نظامی هم روش اثر میکنه و جواب میده، چه برسه به اینکه بخواد اقدام نظامی رو قدرت بزرگ مثل آمریکا انجام بدن. گواه این مدعای من هم همین ناوهای هستش که آمریکایی‌ها فرستادن به منطقه، اون زیردریایی اتمی کلاس اوهایو، پیام‌هایی که به تهران ابلاغ شده، چون ما میبینیم که حزب الله وارد جنگ تمام عیار نشد، خود جمهوری اسلامی هم مستقیما وارد جنگ نشد. آقای امیر عبدالله خودش این رو گفتش که اگر ما امروز از غزه دفاع نکنیم باید از شهرهای خودمون دفاع بکنیم. پس اون جنگ بزرگی که جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل در سر داشته به هر حال چه شد. این صحبت در مورد گروگان ها هم به نظر من نشان دهنده ضعف جمهوری اسلامی از نظر نظامی هستش در برخورد با ابرقدرتی مانند آمریکا. این یک واقعیت است، فارغ از اینکه بخوایم از طرفی حمایت بکنیم. و به نظر میرسه که این اظهارات غیر مسئولانه هستش که
باعث میشه که اتفاقا جمهوری اسلامی خودش باعث بشه که ایران رو به ورطه یک جنگ خانمانسوز بکشونه و این به نظر من خطر بسیار جدی هستش که باید ازش جلوگیری بشه. بسیار متشکرم از شما حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل و امور استراتژیک.